22 آذر ماه 2581 شاهنشاهی، آزادی آذربادگان همایون باد. درود. که آذر ماه 1325 یگانهای ارتش شاهنشاهی ایران در میان شور و هیجان و فریادهای شادی مردم وارد تبریز و رضاییه شد و شهرهای شمالی ایران را از چنگال استالین و مزدورانش رهایی بخشید. فرقه خود مختار آذربایجان توسط شوروی در سالهای 1324 و 1325 در منطقه آذربایجان ایران و به رهبری جعفر پیشه‌فری با فرمان جوزف استالین بنیان نهاده شد. این فرقه که پایتخت خودش رو شهر تبریز انتخاب کرده بود، با ورود ارتش شاهنشاهی ایران به فرماندهی اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه فقید ایران و همراهی مردم منحل شد. ارتش شاهنشاهی نیروهای شوروی رو وادار به عقب نشینی از مناطق اشغال شده کرد و این فرقه دست نشانده فرو پاشید. کشور تو و کشور من شاهد سهمگین ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است و با این همه هرگز این ملت در برابر دشواری های گران سر تسلیم فرود نیاورد. در نگاهی کوتاه به ایران شاهد ادامه اعتراضات و مبارزات میدانی در شهرهای مختلفیم. مرگ بر این ولایت، مرگ بر این ولایت، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای. من اهل کرجم، 40 ساله توی کوچه میشینم. 17 تا بسیجی هر شب اومدن برای بردن من و تمام شیشه های خونم رو شکوندن. پشت آیفون به هم میگن زبونت از حلقومت بیرون میکشیم، اگر بخوای حرف بزنی، اگر بیای از بالکن اعتراض کنی. کتکم زدن تو بهشت سکینه، چنان کتکم زدن که 1 هفته خوابیدم. بسیجی ها اذیت هم میکنن، نمیذارم زندگی کنم. یه پیرزن تنها هستم تو خونه. مجید ما را بردن، جنازش را بردن. تصویری بزرگ از رضا شاه بزرگ، شاهنشاه آریامهر و شاهزاده رضا پهلوی به همراه درفش کاویانی بر روی 1 پل عابر پیاده در بلوار یادگار کرج توسط آزاده رزمان ایرانی نصب شد و نصب پرچم شیر و خورشید در مکانهای مختلف از جمله آرامگاه شاعر بزرگ ایران فردوسی رو شاهد بودیم. خبر تلخ اعدام محسن شکاری، جوان 23 ساله‌ای که به جرم بستن خیابان ستارخان تهران در اعتراضات 3 مهر بازداشت شده بود، برگ دیگه‌ای بود از جنایات هولناک جمهوری سیاه 57ها که بار دیگه ثابت کرد برای کشتن ایرانی‌ها دلیل لازم ندارند، تناب دار و گلوله نیاز دارند. اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی در پیامی سوگوارانه نوشتند رژیم خونریز و جوانکش جمهوری اسلامی این بار جان جوان دیگری را در زندان گرفت. جاوید نام محسن شکاری تنها 23 سال داشت و همچون دیگر جوانان و مردم ایران آرزویی جز زندگی با عزت و آزادی و آبادی ایران نداشت. من به عنوان یک مادر از صمیم قلب با خانواده و مادر محسن و نیز همه خانواده ها و مادرانی که جگرگوشه هایشان را در این انقلاب ملی میهنی از دست دادن همدردی می کنم. رژیم اهریمنی تلاش می کند با پخش اعترافات اجباری و سناریو سازی های دروغین جنایات خود را توجیه کند. اطمینان دارم که شما فرزندان و هممیهنانم فریب این ترفندهای کهنه و شکست خورده را نمی خورید و در کنار خانواده های جانباختگان
نیستید. شاهزاده رضا پهلوی نیز گفتند در سراسر جهان صدای خشم ملی از قتل ظالمانه محسن شکاری باشید. دنیا را از برنامه رژیم برای قتل دیگر انقلابیون دربند آگاه کنید. خواهان انزوای جهانی و فشار حداکثری بر رژیم و حمایت حداکثری از مردم ایران شوید. در میان هیاهوی اعتصابات و اعتراضات سراسری در هفته گذشته ناگهان فراخوانی عجیب و غریب با طعم و رنگ و بوی اصلاحات نرم بابا اکبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. راهپیمایی سکوت. صدها جوان و کودک ایرانی در جریان خیزش ملی ایرانیان در پی قتل حکومتی مهسا امینی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شدند. 21 آذر خبر اعدام مجید رضا رهنورد جوان کاسب مشهدی اعلام شد و تنابهای دار جمهوری اسلامی منتظر گردنهای بیشتری هستند. اون وقت یه عده اصلاح طلب مخفی و سینه چاک نظام فراخوان راهپیمایی سکوت میدن که نتیجهش میشه شناسایی معترضان، مخابره تصویر سانتیمانتال از جمهوری اسلامی به جهانیان و تکرار فاجعه اعتراضات 88. اگر کاربر پلتفرم توییتر باشید حتما شما هم به این امر عجیب برخوردید و شاید حتی برای خودتون پیش اومده باشه که برخی توییت ها در به اصطلاح صفحه خانه یا هوم شما نمیان. به این حالت شادوبن میگن، یعنی فردی که شادوبن شده توییت هاش دیده نمیشه. در مورد توییتر فارسی مدت هاست که این امر به صورت عجیب و غریبی برای برخی از کوشندگان سیاسی و کاربران مخالف جمهوری اسلامی اتفاق میفته. تعداد لایک ها و ریت های اونها پایین هستش. گاهی حتی اکانت های این افراد تعلیق میشه و ممکن هست که حتی برای همیشه هم مسدود بشه. حالا پس از جریان خرید توییتر توسط ایلان ماسک و بنابر درخواست او برای بررسی اسناد و پرونده های مدیران ارشد و اجرایی توییتر، کاشف به عمل اومده که این اتفاقات اصلا هم اتفاقی نبوده، بلکه کاملا عمدی و با برنامه ریزی بوده، تا جایی که ایلان ماسک در پاسخ به یک کاربر که پرسیده بود آیا شادوبن علیه سیاستمداران خارجی هم استفاده شده گفته بله. اما جریان چیه؟ ایلان ماسک توییتی از باری ویس روزنامه نگار و ویراستار آمریکایی رو ریتوییت کرده. در این توییت اسناد و تحقیقات جدیدی درباره باند سانسورچیان توییتر گزارش داده شده. این بررسی ها نشون میده تیمایی از کارمندان توییتر لیستای سیاه می ساختن و از ترند شدن توییت های خاص و فعال نشون دادن برخی اکانت ها یا حتی موضوعات جلوگیری می کردن، یعنی شادوبن. تمام این کارها محرمانه و بدون اطلاع کاربران توییتر بوده. به طور مثال دکتر باچاتاریا از دانشگاه استنفورد که باور داشته قرنطینه های کووید به کودکان آسیب میزنه در لیست سیاه قرار داشته و این تیم مانع از دیده شدن توییت هاش میشده. یا دان بونجینو مجری محبوب جناح راست در لیست سیاه سرچ قرار داشته و موقع جستجو اکانتش بالا نمی اومده. کارمندان کنونی توییتر به تیم تحقیقاتی ایلان ماسک گفتن که مدیران عالی رتبه به جای واژه شادوبن از واژه فیلترینگ ویزیبیلیتی استفاده می کردن. تیمی که تصمیم می گرفته دسترسی کاربران خاص رو محدود کنه اسمش تیم پاسخ استراتژی یا تیم تشدید جهانی بوده که تا روزی 200 پرونده رو رسیدگی می کرده. البته یه سطح بالاتری هم از این گروه وجود داشته برای تصمیم گیری های سانسوری بسیار خاص‌تر. اما نکته قابل توجه حضور نام کیوان بیکپور مدیر محصولات توییتر در لیست سانسورچی ها است. کیوان بیکپور توسط اندیشکده توارا با مدیریت پیشین خانم مریم معمار صادقی هم پروموت می شده. کیوان بیکپور یکی از کسانی هستش که همراه با نایاکی ها و خبرنگاران بدنام آیت الله بی بی سی و سایر رسانه ها در کمپین حمایتی برای ورود محسن دهنوی فعالیت می کرده.
محسن دهنوی نماینده فعلی تهران و شمیرانات در مجلس 11 بسیجی و حراستی دانشگاه شریف امروزی که قرار بود در زمان پرزیدنت ترامپ به عنوان محقق جعلی سرطان در ایالات متحده به چپانندش، اما به دلیل قانون منع سفر پرزیدنت ترامپ در فرودگاه بوستون از ورودش جلوگیری شد. بله. مجتبی زنوری از آخوندهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران و نماینده مجلس جمهوری اسلامی گفته بالاترین خواسته دانشجویان معترض سلف مختلط و آغوش رایگان هستش. انکار حقایق موجود در جامعه از ابتدایی ترین و عادی ترین رفتارهای 57 ها از هر دسته و گروهیه. امکان نداره یک انسان با دو چشم و دو گوش سالم و اندکی بهره هوشی برافراشتن درفش کاویانی رو در دانشگاه علامه تهران ندیده باشه. شعار خامنه ای ضحاک می کشیم به زیر خاک رو در دانشگاه یزد نشنیده باشه. و البته متوجه نباشه وقتی دختران و پسران دانشجو دست در دست یکدیگه در دانشگاه علم و فرهنگ تهران شعار سر میدن امسال میده کشته سپاه مرگ بر کل نظام، دقیقاً چه هدفی رو دنبال میکنن. پرسش اینه که حامیان شما هم همینقدر کودن و کمهوش هستن؟ یعنی حامیان شما یا پامنبری هاتون باور میکنن که 150 تن از دختران دانشگاه شهبانو فرح پهلوی که نامش رو پس از فتنه 57 به الزهرا تغییر دادین در یک دانشگاه تک جنسیتی برای سلف مختلط و آغوش رایگان اعتراض کردند و تعلیق شدند؟ بوی الرحمن جمهوری 57 ها بلند شده و این ملت نه تنها این جفنگیات رو باور نمی کنند، بلکه راسختر و امیدوارتر از قبل حساب تک تک شماها رو خواهند رسید.